پیش غربت بردباری باز سر تا می کند، پیش غربت بردباری باز سر تا می کند، چشم هایم درد هایم را هویدا می کند. حال بیرنگ مرا غربت کجا رنگین کند؟ حال بیرنگ مرا غربت کجا رنگین کند؟ کی تبر زخم درختان را مداوا می کند؟ تا که قانی می کنم دل را به شادی لحظه‌ای، سینه ام بر دعوتی اندو دروا می کند. اعتبار دوستی را یک فریب آخر شکست، این زمان آیینه ها را سنگ معنا می کند. تا که من درسی فراموشید از بر می کنم، کودکی یاغی یادت شور برپا می کند. یک طرف دست خیانت سوی دیگر دوستی، یک طرف دست خیانت سوی دیگر دوستی، زندگی گاهی شکر را تلخ معنا می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند مهربان، با عرض سلام و درود و ارادت خدمت همه شما خوبان و بیننده های عزیز، امیدوار هستم که همه شما خوبان و عزیزان هر جایی که هستین خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در حفظ و امان باشین. نهایت جای خرسندی هست که باز هم سکین ادیب با یکی دیگری از برنامه‌های ادبی نویسان در خدمت شما خوبان شاعر، نویسنده و ادب دوست قرار دارم. شعری را که در نخست برنامه به دکلمه گرفتم از مجموعه مزار بی وطن سروده آقای احسان نیازی می باشد. نیازی از شاعران مطرح نسل جوان کشور عزیز ما افغانستان می باشد و به همان اندازه که در شعر به ادعا است، سروده های شعریت دارند. دفتر مزار بی وطن برنده جایزه جشنواره کلک زرین و احسان نیازی به عنوان شاعر سال شناخته شد. در برنامه این هفته نیستان شما را دعوت میکنم به دیدن برنامه نقد و رونمایی مجموعه مزار بی وطن از آقای احسان نیازی. به دلیل مهاجر بودن احسان نیازی که نمیدانم چه مدتی است، اما قدر میدانم که سالهای دور و دراز است که در خارج از افغانستان زندگی میکنه، من دفعتا ذهنم به طرف مفهوم مهاجرت میره مثلا، و بعد از او متوجه میشم که در واقع چگونه مثلا مهاجرت به عنوان یک امر بسیار مهم اجتماعی بالای ادبیات ما و شما یا بالای شعر معاصر ما و شما تاثیر گذاشته است. مهاجرت یک امر ساده نیست. در طول تاریخ، در طول تمام دههای گذشته، قرنهای گذشته، مهاجرت به عنوان یک عنصر، به اصطلاح مفهومی مدنیت ساز مد نظر بوده، چون مهاجرت به معنای خود تغییر است. شما وقتی که محیطتان تغییر میدید، بسیار مفاهیم دیگر همزمان با محیطتان تغییر میدید. وقتی که شما داخل یک محیط فرهنگی جدید میشوید، بسیار مفاهیم دیگر را در کنار فرهنگ خودتان از او فرهنگ دیگر میگیرید. ولی متاسفانه چیزی که ما خلاش شاهد بودیم در ادبیات معاصر ما ایست که مهاجرت به عنوان یک مفهوم پویا اون رقم خودش در ادبیات اون گونه که باشه در شعر معاصر ما که در مهاجرت شکل گرفته بازتاب نداده.
چند دلیل داشته نمیدانم. یا شاعرای ما در وقتی که در جوامی اروپا و یا جوامی دیگر غیر از اروپایی رفتن، غیر از جوامی فارس زبان که نسبتاً در اینجا شعر مهاجرت مثل ایران یا برجستگی خودشو نداشتن، ولی البته دلیلی برجستگی شنی بوده که با شعر جامعه میزبان نزدیک شدن. مثلا شعر شاعرای افغانستان که در ایران شکل گرفته، خب متاثر از شعرهای چی بوده؟ ایران بوده. ولی ما چرا مثلا شعر که در حوزه روسیه مثلا شاعرای ما سرودن مثلا متاثر از ادبیات فخیم و بزرگ روس نیست، آنگونه که باید مثلا نقش ادبیات روس نمیبینیم، و یا مثلا آنگونه که باید نقش ادبیات اروپا را، رد پای ادبیات اروپا را چرا نمیبینیم؟ ما ادبیات اروپا از طریق ایران ترجمه شده بر آمده به افغانستان. ما شاعرایی که در افغانستان آمدن شعر گفتن، از آغاز شروع کردن تا الان مثلا ادامه داره شعر گفتن، در آثاری تولید شده در خود افغانستان میتونیم ببینیم نقش نهله‌های مختلفی ادبی که در اروپا سیر کرده را میتونیم شاهد باشیم. فرمالیزم میبینیم پرداختن شاعرای ما در حد توان خودشان، مثلا بحث‌های مختلف پست مدرنیستی را میتونیم ببینیم، نقش سینما و به اصطلاح دیگر مثلا آورده های مدرنیته و پست مدرنیته را ما میتونیم در شاعرایی که در افغانستان شعر سرودن ببینیم. ولی چرا این همی جایگاه در شاعرایی که در خود اروپا شعر سرودن خالی است؟ اکثری شاعرای ما که در اروپا رفتن و شعر سرودن در دام کلاسیک باقی ماندن. این شاید چند چیز باشد، چند دلیل داشته باشه. یک دلیلش مشخصا ممکن است به دلیل نوستالژی باشه. وقتی که اینا از جامعه مادری خودشون فاصله میگیرن، از حافظ سعدی خودشون مثلا از زبان حافظ سعدی فاصله میگیرن، در محیط جدید میرن، بیشتر از اینکه متوجه آنچه که در اطراف خودشون اتفاق میفته، یعنی در جامعه میزبان اتفاق میفته شون، بیشتر از او اینا متوجه حسرتی درون خودشان هستن، حسرتی که اونا را به دلیل مهاجرت جدا کرده از زبان مادریشان، از محیطی که زبان مادریشان صحبت میشده. و با همون خاطر اینا آثاری مثلا زبان مادریشان در کجا پیدا میکنن؟ در حافظ پیدا میکنن، مثلا در مولانا پیدا میکنن، در اینا پیدا میکنن. با همون دلیل اینا بسیار زود در دامن کلاسیک سرایی سقوط میکنن. بیشتر شاعرای جوان و پیری که ما در غرب داریم، بجز کسایی که در ایجا شعرشان رشد کرده و مثل ابراهیم امینی و نمونای مشابه از او که شعر در ایجا به کمال رسیده و بعد به اروپا رفتن، که خب سری از او هم نقدای وجود داره که چگونه شعرشان از پیش از افغانستان که زمانی که در افغانستان بودن تا زمانی که به اروپا رفتن چه تحولاتی داره یا نداره، اگر داره مثبت است یا منفی، بس جدا. ولی شاعرایی که مطلقاً در اروپا شکل گرفته شعرشان، این می تفاوت به صورت عموم درشان وجود داره. من یک نمونه های مثلا بسیار جاسو گریخته از کارهای مثلا آقای احسان نیازی را میبینم که تقلایی هست در زمینه بازتابی مهاجرت، که آدم مثلا احساس میکنه که شعر در مهاجرت شکل گرفته. اگر شعر در وطن شکل گرفته، اگر شعر در مهاجرت شکل گرفته، اصلا شعر باید مثلا رنگ میتی خود چه بازتاب بته، و ما به دنبالی هستیم خواسته نخواسته. میگه که سالها شد که خاک پاییزم، بتکان نوبهار از دوشت، میدهد عطر کابلم بدنت، غربتم را بکش با آغوشت. در اینجا میبینیم که شاعر زمانی که از عشق، از مفهوم عشق صحبت میکنه، ناخواسته یا خواسته مثلا بحثی مهاجرت، بحثی که آدم از وطن دور است، در شعر باستا پیدا میکنه. مثلا این مجموعه، اگر ما بعد ما پرسان کنیم این مجموعه را شما خواندید، این مجموعه چی بود؟ این مجموعه همش دغدغه‌های عاطفی انفرادی عاشقانه است. به صورت 90%، بیشتر از 90%، مکمل عاشقانه است، و اونم تجربه فردی عاشقانه ای که مثلا کاملا تجربه فردی است، تجربه ای که از فردیت به مثلا جمعیت نرسیده، مثلا چی نیافته، به اصطلاح در کناری که مثلا باستابی اما عواطفی فردی شاعر بوده، عواطف اجتماعی را مثلا در نظر نداشته، کاملا فردیت است چیزی که در مثلا وجود داره، و فردیت عاشقانه. ولی فرق نمیکنه، بالاخره برای ما مهم نیست شعر چی باشه، شعر میتونه عاشقانه باشه، میتونه غیر عاشقانه باشه، ولی مفاهیم اساسی
مثل مهاجرت، مفاهیم مثل جنگ، مفاهیم مثل بی خانمانی و مفاهیم مثل یزی میتونه در کنار یا عاشقانه مثل یک بوته ظهور کنه. مثلا شما به کارهای قهار یاسی توجه کرده باشید، در عاشقانه هاش مثلا میگه ای یار، میگه درخته های ده چون بودن، از ریشه تهیز خاک بیرون بودن، آن حوزشه کنار مرغابی ها از یاد ببر نپرس که در خون بودن. با یار آغاز میکنه، مثلا یار از وطنش یکی فراری شد و رفت، از دیه و دیارش متواری شد و رفت. خب شما وقتی که میبینید قهار یاسی به عشقش نادیده نگرفته، عشق نادیده نگرفته، عشق حضور داره، ولی در کنار عشقش میگه قهار یاسی به شما میگه که ما حالا از عشق از پنجره میبینم که پنجره دردآلودی است، پنجره فرار و کوچ است، من نمیتونم زمانی که به یارم میپردازم این منظره را فراموش بکنم. ما این نمونای کوچک اندکی است که احسان نیازی مثلا تانسته در کنار بیان عاشقانش مسئله پیرامون شد، مسئله پیرامونی شد، مسئله مهاجرت. من نظریم، ما نگفتیم که احسان نیازی چرا مثلا با مسئله افغانستان نپرداخته، چرا مسئله اجتماعی که ما در اینجا درگیری از این نپرداخته، نه اینا را ما به شاعر رسالت بار نمیکنیم، ولی شاعر وقت میگیم که اگر یک نگاه اصیل، نگاه اصیلی هنری باید به مفهومی هر چی که میپردازه، چی عشق باشه چی جامعه باشه، باید با پیرامونش نگاهی چی داشته باشه، نگاهی رسالتمندانه داشته باشه، یعنی حداقل در مقابل پیرامونش صادق باشه آنچی را که میبینه. آیا مثلا مهاجرت برای احسان نیازی اهمیت هیچ نداشته؟ این کس که نمیتونه قبول کنه. خودی همین زبانی همین پیشتر گفتیم، همین نفسی زبان کلاسیک که نسبت یک قدر کلاسیک هم نیست، اما تمایل به کلاسیک که در همین کتاب مجموعه وجود داره، خودش همین نشان میده که این آدم در تلاش فرار از محیط میزبان خودش است و پناه بردن به محیط مادری خودش، یعنی یک تقلاست. ولی چگونه این به صورتی که ما میخواهیم واسطا پیدا کنه نکرده، ولی با وجود همین این یک نمونه خوبی از او چی است که یک نگاه خوبی بر مسئله مهاجرت داشته. چند زمینه خودش نشان میده، از زمینه و بیرون نیست، خلاصه خوب باشه یا خراب، در زبان، در درونی که مثلا ما میگیمش که به اصطلاح فرم، در فرم یا مثلا شکل محتوا، بعد او در محتوا مثلا خودش نشان میده. آنچه که ما در مفهوم مهاجرت اشاره کردم در واقع بحث فرم است، چه بحث محتوا است، یعنی در محتوا مثلا ما باید شاعرانه برخورد کنیم، در فرم مثلا چی تغییرات، چی تحولاتی آوردیم. حداقل ما به همه جامعه هنری، جامعه ای را که ما میاریم کتاب در اختیارشون میگذاریم، میگیم بگید که این مزار بی وطن، باید اولین چیزی که را که متوجه خودمان میسازه ایست که بگیم که مزار بی وطن چی چیزی را برای مردم عرضه میکنه که قبلا نداشتن. به این خاطر زمینهایی که ادبیات خودش مثلا تولید میکنه یا شعر خودش تولید میکنه، اما زمینهای مشخص هستند که ما گفتیم یکی فرم است، یکی محتوا است، یکی زبان است. زبانی مجمع، زبانی بسیار امروزی که ما سرکار داریم نیست. زبانی که ما امروز ما سرکار داریم زبانی چی است؟ زبانی است بسیار زبانی نزدیک شده به زبانی سخن، سخن گفتن خودمان، یعنی به زبانی عادی. هدف از این نزدیک شدن به زبانی عادی چی است؟ شعر امروزی ما چرا به زبانی عادی نزدیک شده؟ میخواد به تکلف، در قسمت زبان تکلف نمیخواد، نمیپذیره، چون میگه که شعر باید خودش در زبان بازی نشان نده، به معنی که شاعرای گذشته ما داشتن. چی رقم شاعرای گذشته ما داشتن؟ مثلا با تصویر سخن میگفتن، به همون خاطر زبان منعقد میکردن، پیچیده تر میکردن، از این تصویر به تصویر دیگه میپیچوندن. اما شعر امروزی ما که مثلا به دنبالش هست، بیشتر میخوان به زبان ساده و صحبت کنن و بعد شعریت اصلیشون در اتفاقهای پیرامونی و در کشفه هاشان مثلا در اونا نمایش بودن. این مجموعه از لحاظ زبان نه شعر کلاسیکی، نمیگیم که شعر کلاسیک است، و نه شعر کاملا دهه ما و شماست، به لحاظ زبانی شعر دو دهه پیش است. شعر مثلا هم دهه هم عصر قهار یاسی و یک شعر ارزیابی میشه به لحاظ زبانی، ولی با وجودی از او در قسمت زبان راحت است، حداقل راحت است، روان است. تکلفاتی که بسیار بیجا باشه را ما زیاد نمیبینیم، چون وقتی که زبان بررسی میکنیم زبان دو بحث داره، یا زیادگویی یا کمگویی، هر دوش
مشکل زبانی است. مثلا دو چشم تو به دل چون زخم تیشه، هوس دارم که باشی شب همیشه. که شما دندک متوجه میشید که شب باشه همیشه، باشه شب همیشه، باشی وقت پس پیش میشه. از اینجا نشان میده که اندک با زبانی عادی گفت محاوره ما شما فاصله داره. بعد میگه بیا یک شام در تختم سحر کن، اگرچی میشه مذهب ریشه ریشه. خب همینجا یک رای ما چی را فایلی را که از اینجا بیا یک شام را مثلا سحر کنی، باید نه شام، یک شام سحر کن که میگه این همینجا مثلا دچار کمگویی است یا دچار اضافه‌گویی است که در مواردی که او اضافه‌گویی شد انسان نیازه اتفاقا خوشبختانه بسیار کم داره که بعض شاعرهای دیگه داریم، او را با ما میگیم چی؟ به اصطلاح حشو، اضافات و زایداتی که در زبان اتفاق میده رو هشت. گاهی مثلا انسان نیازی یافته هاش خیلی تازه و بکر است و خیلی ارزشی استقبال و به اصطلاح داره، ولی انتخاب قافیه پیش پا افتاده چطور میتونه یک کشف زیبا را، یک غزل قشنگ آسیب بزنه؟ مثلا ای وای قافیه پیش پا افتاده است. چرا ای وای قافیه پیش پا افتاده است؟ یکی که زیاد شاید ممکن شنیده باشید، دو میگه که چرا قافیه وقتی که شما در شعر هیچ وقت بیان مستقیم درد نیست، شما باید درد ایراد بکنید. کسی که مخاطب شماست باید از اشارات شما بدانه که در اینجا درد اتفاق افتاده. وقتی که شما مستقیم بگید که من درد دارم، این کار ادبیات نیست، این کار نثر است. این کار نثر است. شما میتونید در رمان یا دیگه انواع نثر چکنید برید مستقیم بپردازید بگید من درد دارم. شعر وظیفه‌اش مستقیم پرداختن به درد نیست. شعر بیان هنرمندانه درد است، بیان هنرمندانه احساس است، بیان هنرمندانه امر اجتماعی است، هر چی که باشد. مثلا میگه آه از لحظه ویرانگر پدرود، ای وای آخرین وسوسه ها میکندم دود، ای وای خنده های تو شدن مرز نشاط و غم من. چقدر قشنگ است جا، خنده های تو شدن مرز نشاط و غم من، شدم در تو لبخند تو محدود، ای وای. یک اتفاق جالبی است که انسان مثلا شاعر میگه خودش در لبخند یک نفر محدود میکنه، زندگیش خودش خلاصه میکنه. اما شما ببینید امی قافیه ای وای چقدر نچسبیده. به خاطر چی نچسبیده؟ به خاطر که نمی بیان زیبایی که در خود شعر اتفاق میزنه یا میایه با وسیله قافیه آسیب میزنه. البته در این مجموعه چند بخش داره، یک غزلیات است، یک رباعیات دو بیتی ها. در رباعیات دو بیتی ها اتفاقا احسان نیازی بسیار بسیار موفق است. حداقل اما اصولی که در رباعی وجود داره، اما اصولی که کشف، یک کشفی که باید اتفاق بیفته، رباعی بدون کشف معنا نداره. و او هم به شکلی است که مصرع اول توپ پاس بده، بازیکن مرکزی مصرع دوم است، مصرع سوم هم قرار نه خلاصه، مصرع چهارم هم شوتر است دیگه. در قالب رباعی موفق است، ولی قالب رباعی قالب ساده ای نیست. شما زمانی که در قالب رباعی تبازمایی میکنید متوجه بشید که در کنار شما مثلا در پیش روی شما امام رباعی سرا حضرت خیام قرار داره. با خیام مثلا کلنجار رفتن کار ساده ای نیست. کسایی که مثل خیام و بزرگای دیگری که در رباعی شعر فارسی پیشگام بودن، وقتی که اونا را به عنوان مقتدر پیش روتان دارید، در رباعی مثلا نمیتونید بی تفاوت بگذارید. قالب رباعی یک قالبی است بسیار کوتاه و در عین حال بسیار مهم، پر اهمیت. من نمونه‌های بسیار موفقی این مجموعه در قالب رباعی اتفاق افتاده. امر اجتماعی نسبت به امر عاشقانه همیشه ما گفتیم زمخت است، در چنگال عواطف نمیآید. و شما اگر بخواید یک امر عاشقانه را به شعر تبدیل کنید، امر عاشقانه ذاتاً خودش شعر است. شما زمانی که از عشق میگید شعر است، ولی شما زمانی که امر اجتماعی را بخواید به شعر تبدیل کنید، در اینجا کار شما دشوار است. به خاطر امر اجتماعی زمخت است، از چنگال عواطف به سادگی نمیآید. بیا باید زیاد به قول نظامی حکمت خواهیده به دندان دل گفت، جان تراشیده به منقار گل. در مورد شعر میگه، شعر در واقع جان تراشیده به منقار گل، حکمت خواهیده به دندان دل است. باید به دندان دل بخواهید تیره تا این بتانه به عنوان یک شعر چکنه خودش رو نشان بده بیرون. در اینجا مثلا شما با وجودی که امر اجتماعی است، شعر بیان اجتماعی داره، من این شعر رو میخوانم که ببینید یک نمونه بسیار زیبایی است که احسان نیازی بسیار با موفقانه از آدهی برآمده.
از کینه و دروغ است هم شیر و نصر اینها و شفریب و کینه در ده خدای ما نیست. با جرم دل سپردن محکوم شد پرستو، باشد بهار آید لیکن برای ما نیست. کابل جغرافیای غمگین است که از گاه آفتاب زنده و گور می شود. دخترکانش روژ لبانشان را با خون تزیین می کنند و وقت کتاب های مدرسه چون باد بادکان قرمزی نامه های از اندوه بشر را برای خدا می فرستند، آسمان با دستان کوتاهی که دارد دراز نمی شود. شام ها خیابان های کابل زخمی می شوند، صدای آژیر دیرتر می آید و درختان تازه قد کشیده ای که می میرند. شام ها روی سفره ها خون است، صبح های من چای دم شده از اندو مادری که زانو در بغل دارد. شام ها اینجا هر چیزی کشته می شود و کوچه ها چون خوناشام های گرسنه حتی روح آدمی را می بلند. شام ها اینجا عاشق خونند، شام ها آسمان من خون می بارد. شام ها اینجا سرخند، شام ها اینجا از روی شاخ های درختان گوشت سرخ شده می خوریم. شام ها خون دل می خوریم، کباب جگر، انگشتان بریان شده تازه عروسی را. شام من شام های خونخوارند. جهانیان بیایید یک شب میمون ما باشید. ممنون. خراب می شوی از کاروبار، می مانی قطار می رود و از قطار می مانی. خراب می شوی از کاروبار، می مانی قطار می رود و از قطار می مانی. به انعکاس خودت رویاب می بینی و یک گریخت از زیر دار می مانی. چقدر اثر روی تو مرگ می بارد، به جاده های پس از انفجار می مانی. چه سخت است بدانی که پیش چشم کسی، چه سخت است بدانی که پیش چشم کسی تمام زندگیت شرمسار می مانی. اگر تماس نگیری و حرف را نزنی تباه می شوی از اعتبار می مانی. نگاه میکنی بر ساعتی که ساده در انتظار زمان قرار میمانی، که بغض هستی و به اختیار میترکی، که عشق هستی و با آبشار میمانی، دوباره جایی نداری که چیغ را بزنی، دوباره جایی نداری که چیغ را بزنی. سکوت میکنی و انتظار میمانی. خراب میشوی از کاروبار میمانی. تو باران باش من رود خروشان، سپهرم باش من خورشید جوشان، تو ماهم باش تا به صبح صادق، مرا گیر و بر آغوشت بکوشان. هر شام به انتظار برقیم هنوز، در وادی هر ثانیه غرقیم هنوز. امید به ما چراغ شیطان باشد، بدبخت‌ترین مردم شرقیم هنوز. اگرچه شک عجیب به داشتن دارم، سعادت است تو را داشتن که من دارم. کنار من بنشین و بگو چه چاره کنم، برای غربت تلخی که در وطن دارم. بگو که در دل و دستت چه مرهمی داری، برای این همه زخمی که در بدن دارم. برغم دیدن آرامش تو کم نشده ارادتی که به آرامش کفن دارم. مرا که وقت غروبم رسیده بدرقه کن، اگرچه با تو امید بس هر زدن دارم. بیننده های عزیز، این بود برنامه نقد و رونمایی مجموعه مزار بیوطن، اثری از احسان نیازی که توسط شریح شیوان، یکی از شاعران مطرح معاصر کشوری عزیز ما افغانستان، به نقد گرفته شد. امیدوار هستم که مورد پسند همه شما خوبان و عزیزان قرار گرفته باشد و از تماشا کردن برنامه لذت برده باشید. تا اینکه ما باز هم با یکی دیگری از برنامه های ادبی نیستان برمی گردیم، همه شما خوبان را به خداوند یکتا می سپارم. الله نگهدار. بدرود.